قسمت 56. جان وایلی که یک موقع سفیر کبیر امریکا در تهران بود نیز نماینده امریکا در این مبادله بود. در آن وقت که دکتر هاگن مأموریت پرتغال را پیدا کرد تا یوهانا را تحویل بگیرد، من از کثرت کار و گرفتاری هایی که در خود اداره جاسوسی برایم درست شده بود به دنبال دانستن نوع مأموریت او نرفتم، تا اینکه در آن شب با خود یوهانا که اصلا برخورد با او را آن هم در یک چنین مکانی تصور نمی کردم روبرو شدم و دیدن او برای من این فکر را تولید کرد که با مأموریتی بس خطرناک و در عین حال مهم روبرو هستم. یوهانا پشت سر هم سیگار می کشید و راه می رفت و من هم مثل سربازی که در برابر فرمانده خود ایستاده باشد جرأت نفس کشیدن نداشتم. قیافه و جذبه یوهانا از یک ژنرال آلمانی بیشتر بود و از او چیزها شنیده بودم و می توانم بگویم که او را باید جلد دوم ماتاهاری دانست. یوهانا پس از مدتی که در اتاق راه رفت روبروی من ایستاد و با قیافه و بیان خشنی گفت: شنیدم که تو از مأمورین وفادار و زبردست آلمان هستی و اگر این قولی که به من داده شده حقیقت داشته باشد دست تو را خواهم فشرد. رفتار این زن به چیزی که شبیه نبود به رفتار یک زن یک جنس لطیف. اینطور فکر کنید که باید آیلین یک ساعت پیش را که از لطافت مرا مست کرده بود با یوهانا زن خشن از یک قماش دانست و در این میان تکلیف مرد بدبخت معلوم نیست. اگر میان این دو نفر قرار می گرفت چه بایستی بکند؟ صرف نظر از زیبایی و زشتی، اصلا یوهانا خشن و رفتاری چون فرماندهان نظامی داشت و اگر کسی ظاهر او را می دید آرام و نرم بود. او پس از قولی که دائر به صداقت و وفاداری من به دستگاه جاسوسی آلمان گرفت گفت: به من مأموریت دادند که کانون میهن پرستان را در پاریس کشف کنم، زیرا فعالیت شدید آنها مأمورین آلمانی را در فرانسه دچار زحمت کرده است و برای مبارزه با این دسته چند تن از مأمورین زبردست را در اختیارم گذاشتند که یکی از آنها شما هستید و امیدوارم با اطلاعاتی که از زبردستی و لیاقت شما به من داده اند در کار خود موفق شوم. من روی وظیفه‌ای که در این قبیل مواقع داشتم گفتم آماده فداکاری هستم. یوهانا لبخندی زد و گفت: این وظیفه اصلی شماست و با شما کاری ندارم تا فردا ساعت 8 صبح در مهمانخانه کیتک جورج اتاق شماره 87. یوهانا این را گفت و به سرعت از آپارتمان خارج شد. مهمانخانه کیتک شورج از هتل‌های معروف و بزرگ پاریس است که مسافرین ثروتمند در این هتل اقامت می‌کنند و البته در آن موقعی که پاریس زیر اشغال آلمان بود مسافری وارد پاریس نمی‌شد جز اینکه افسران عالی رتبه آلمانی و یا نمایندگان سایر کشورهای تحت اشغال آلمان در این هتل اقامت داشتند که یکی از آنها یوهانا بود. وقتی وارد اتاقش شدم آیلین همان جاسوسه شب گذشته در کنارش نشسته بود. یوهانا به محض دیدن من گفت: از امروز صبح رسما در اختیار من هستید و دستورات و اوامر مرا بدون چون و چرا باید اجرا کنید و به خاطر داشته باشید که انحراف از وظایف خطیر شما را به زندان مونیخ روانه خواهد کرد.
برای دومین بار آمادگی و وفاداری خود را خیلی محکمتر از اول اعلام کردم و پیش خود گفتم برخلاف کارل و وینر که در عین خشونت باز ملایم و نرم بودند، این یکی مأمور خشن و دریده‌ای است که علناً مأمور زیر دست خود را به مرگ و زندان تهدید می‌کند. یوحنا پس از آنکه تسمه از گرده من کشید و خشونت خود را نشان داد گفت مأموریت شما در یک بیمارستان نظامی در شهر کوچک دولنس است و طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده سربازان زخمی انگلیسی و فرانسوی که در این بیمارستان تحت معالجه و باطناً اسیر و زندانی ما هستند به طرز اسرارآمیزی مفقود می شوند و در این کار میهن پرستان دست دارند و با وجود سربازان آلمانی در حفاظت بیمارستان و کنترل کسانی که خارج و داخل می شوند، باز فرار از سربازان انگلیسی ادامه دارد و این نیست مگر اینکه ایادی متنفذی در داخل بیمارستان به عمال میهن پرستان کمک کنند. یوحنا یک شماره روزنامه پاریسوار را که روی میزش بود برداشته به دست من داد و گفت صفحه آگهی ها را نگاه کنید. آگهی که با خط قرمز آن را مشخص کرده ام به دقت بخوانید. این اعلان یک رمز میهن پرستان است که بدین وسیله آنها را برای فرار سربازان انگلیسی و فرانسوی از بیمارستان دولتس در وقت معینی دعوت می کنند. به آگهی پاریسوار نگاه کردم. نوشته بود از بیماران زخمی و ناامید بیمارستان نظامی دولتس که همه چیز خود را از دست دادند عیادت کنید. یوحنا حقیقت را درک کرده بود و زیرا در آن موقع میهن پرستان فرانسه که همه راه های فعالیت توسط مأمورین مخفی آلمان بر آنها بسته شده بود، با دادن آگهی های مرموز اطلاعات و دستورات را به دستجات و مراکز خود می رساندند و با وجود مراقبت و کنترل شدید مأمورین آلمانی در اداره روزنامه ها، باز این آگهی های مرموز تا پایان جنگ و نجات فرانسه از دست آلمان ها ادامه داشت و بالاخره به پیروزی آنها منتهی شد. یوحنا روزنامه را از دست من گرفت و گفت همین حالا به طرف شهر دولتس حرکت کنید. وسایل لازم در اختیار شما گذارده می شود. اولا شما بازوبند صلیب سرخ دارید که ورود به بیمارستان با اشکال روبرو نشود و ثانیاً شما در بیمارستان عنوان یک پرستار درجه 3 خواهید داشت که فقط کار اون نظافت اتاقها و راهروهاست. یوحنا ادامه داد و گفت آیلین در آنجا با شما تماس خواهد گرفت و اگر لازم شد از او کمک بگیرید و مواظب باشید که اطلاعات و گزارشات خود را بایستی مستقیماً به آیلین بدهید. یوحنا برای آخرین بار اوامر خشن و تهدیدآمیز خود را که از آن بوی زندان و مرگ می آمد صادر کرد که این مأموریت حد اکثر 48 ساعت باشد و استناد او به این مدت کوتاه این بود که در بیمارستان مزبور و از به حدی در هم و آشفته است که به سهولت می توان اسراری از میهن پرستان و مرکز آنها به دست آورد. اسرای انگلیسی را در پاریس کجا مخفی می کنند و از چه راهی آنها را به منطقه دولتس می فرستند؟ این مسئله بود که حل آن به عقیده یوحنا فقط 48 ساعت وقت لازم داشت و به عقیده من معلوم نبود که چه به سرم خواهد آمد و اگر نتوانم کاری انجام دهم همین زن خشن و قسی القلب حقم را کف دستم می گذاشت. خود این هم برایم معمایی شده بود که از حل آن عاجز مانده بودم و جز کلمه اطاعت می کنم پاسخ دیگری نداشتم که به گفته های او بدهم. به دستور او ساعت 10 صبح با یک اتومبیل متعلق به صلیب سرخ که آیلین هم با من بود به طرف شهر کوچک دولتس حرکت کردیم.
نام صلیب سرخ و علامت آن بر روی هر ماشین یا هر مؤسسه‌ای که بود به آن احترام فوق‌العاده می‌گذاشتند و همچنین داوطلبانی که بازوبند این مؤسسه خیریه و امدادی را به بازو داشتند مورد احترام همه بودند و ورود آنها به هر نقطه‌ای آزاد بود و در بیمارستان‌ها کسانی که بازوبند صلیب سرخ داشتند بدون اینکه اولیای امور به آنها تکلیف کنند دست به هر کار نیکی می‌زدند و از بیماران دلجویی می‌کردند. وقتی وارد بیمارستان شدیم همانطور که گفتم از مأمورین آلمانی و یا بیمارستان کسی مزاحم ما نشد و راه را برای ما باز کردند و به حرف یوهانا رسیدیم که وضع بیمارستان نامنظم بود و به علت مقتضیات زمان که اروپا در آتش جنگ می‌سوخت صرف نظر از کنترل شدیدی که در ورود و خروج اشخاص به کار می‌رفت داخل بیمارستان کسی به کسی نبود و مأمورین صلیب سرخ در گوشه و کنار میلولیدند و در کارها به پرستارهای بیمارستان کمک می‌کردند. من نیز با معرفی به سرپرست صلیب سرخ در بیمارستان به همان شغلی که یوهانا گفته بود مشغول شدم. در عمرم این یک کار را نکرده بودم. به هر حال کار من در دو وقت بود: نظافت راهروها بعد از نیمه شب و اتاق بیماران صبح زود. نظافت در آنجا با اعمال شاقه بود و بایستی دو زانو روی زمین بنشینم و با پارچه مخصوصی به روی مشمع کف راه رو و یا اتاق بکشم و البته چنین وضعی به من حق می داد که به زمین و زمان فوش بدهم. یوهانا انتظار داشت بعد از 48 ساعت پایان مأموریت را با موفقیت به او اطلاع دهم. بین پرستاران بیمارستان و پرستاران صلیب سرخ دو نفر زن بودند که همان شب اول شروع کارم مورد توجه من قرار گرفتند و هنگامی که کف راهروی بخش جراحی را دستمال می‌کشیدم و خود را سرگرم کرده بودم رفت آمد این دو نفر را برخلاف معمول دیدم، به خصوص که محل سر زدن آنها یکی از اتاقهایی بود که در آن یک افسر انگلیسی بستری بود. آهسته خودم را به جلوی اتاق منظور انداختم و از زیر چشم داخل اتاق را مواظب بودم. دیدم پرستاری که بازوبند صلیب سرخ را داشت داخل اتاق شد و به هوای این که می‌خواهد آمپولی به افسر انگلیسی تزریق کند، همینطور که به روی او خم شده بود نجوایی کرد و دیدم که آمپول را به روی لباس او ریخت و به سرعت خارج شد. رفته رفته وجودم یک پارچه سوء زن و آتش شده بود که در این رفت و آمدها و نجواها کاسه‌ای زیر نیم کاسه است که تا قبل از طلوع صبح آفتابی خواهد شد. به فاصله نیم ساعت ناگهان فریاد افسر انگلیسی که از شدت درد به خود میپیچید بلند شد و سر و صدایی در قسمت به راه انداخت. من زود شستم خبردار شد که این فریاد و فغان ساختگی است و باید از آن نتیجه‌ای گرفت. در همین اثنا دیدم دو نفر پرستار به همراهی یک دکتر به سرعت به طرف اتاق مزبور دویدند و پس از چند دقیقه افسر انگلیسی را به اتاق عمل بردند. او همچنان ناله می کرد. همین که آنها وارد اتاق عمل شدند من فوراً کارم را رها کردم و خودم را به پشت اتاق عمل رساندم. در تاریکی مواظب بودم که چه وقت افسر انگلیسی را فرار می دهند، چون این حیله آنها را زود درک کردم. گوش به در اتاق گذاشتم. از ناله و فریاد خبری نبود
و صدای نجوایی تند به گوش می رسید و مثل اینکه شتابی در کار است. طولی نکشید که صدای باز شدن پنجره اتاق به گوش رسید و آنچه را نباید بفهمم فهمیدم که افسر انگلیسی با این حیله از پنجره اتاق عمل گریخته است و این دو زن و دکتر که از عمال میهن پرستان در داخل بیمارستان هستند. فوراً فکری به خاطرم رسید که تنها راه موفقیت را در آن دانستم. صبح که پرستاران شبکار خود را تحویل دادند، از افسر انگلیسی سخنی به میان نیامد و فقط من موضوع را به آیلین رساندم و به او گفتم من رفتم تا بقیه مأموریت را انجام دهم. در خارج بیمارستان ایستادم تا پرستاری که از خود بیمارستان بود خارج شود تا به منزلش برود. به دنبالش افتادم تا مرا دید لبخندی زد و پرسید شما هم به منزلتان می روید؟ گفتم بله، با شما کاری داشتم. به مجرد شنیدن این جمله دیدم خودش را کنار کشید و کمی وضعش عوض شد. با خنده مصنوعی پرسید چه کاری با من دارید؟ گفتم هیچی، میخواستم ببینم آن افسر انگلیسی که آن همه داد و فریاد راه انداخته بود چه بلایی به سرش آمد. دیدم پرستار بیچاره که انتظار شنیدن این سوال را نداشت رفت که خودش را به کوچه علی چپ بزند و انکار کند. بازویش را گرفتم و گفتم انکار فایده ندارد و من همه چیز را میدانم. آنچه که میدانید بدون کم و کاست برایم بگویید و الا برای شما تولید زحمت میکند. پرستار نگاهی که طلب رحم و کمک میکرد به من انداخت و گفت آقا به خدا چیزی نمیدانم. فشاری به بازویش دادم و گفتم پس به این سادگی تسلیم نمیشوی و باید با شکنجه و زندان از تو حرف کشید. بیچاره به گریه افتاد که دست از سرم بردارید و مرا آزاد بگذارید. اما من از میدان در برو نبودم و گاه اتفاق می افتاد که در بعضی مأموریت ها اینطور بی پرده باید جلو رفت و صحبت کرد و خوششانسی من این بود خیابانی که به شهر می رفت خلوت و طویل بود و وقت کافی برای تهدید و سوال و جواب داشتم. مجدداً تکانی به او دادم و گفتم فرار از دست من امری محال است و آنچه را که میپرسم باید بگویی و الا تو را تحویل پلیس خواهم داد. پرستار رنگ پریده دست و پایش را گم کرد و به التماس افتاد که او تقصیری ندارد و بهتر است که او را ندیده بگیرم. ولی مگر ممکن بود که مرغ به دام افتاده را به این سادگی رها کنم؟ همینطور که بازویش در دست من فشرده می شد به طرف خود کشیدم و او را امر به توقف دادم. در چشمان آبی و رنگ پریدهش نگاه کردم، دیدم تقصیر ندارد و فقط روی وظیفه میهن پرستی همکاری کرده، ولی برای من یا سازمان ما میهن پرستی آنها مفهومی نداشت و همان جمله آلمان بر فراز همه باید سرلوحه عملیات قرار گیرد. به او گفتم میدانم تو گناهی نداری، ولی بگو افسر انگلیسی را به چه وسیله و به کجا فراری دادید؟ خودش را کشت؟ بلکه نگوید، ولی نشد و بالاخره به زبان آمد و گفت پس از آنکه او از آن صحنه ساختگی را بازی کرد او را به اتاق عمل بردیم و در آنجا آن پرستار صلیب سرخ راه فرار را جلوی پایش گذاشت که با بالا رفتن از درخت بلوط کنار دیوار بیمارستان خود را به خارج بیمارستان برساند و در آنجا یک آمبولانس صلیب سرخ در انتظار اوست و او را به پاریس خواهد برد. پرسیدم در پاریس کجا او را مخفی خواهند کرد؟ اصل مأموریت همین جا بود و با دانستن آن دیگر دوندگی لازم نبود. ولی پرستار به گریه افتاد که این یکی را نمی داند و اگر به او مهلت بدهم شب موقعی که به سر کارش برگشت دفترچه بغلی کوچکی را که متعلق به خانم پرستار صلیب سرخ است و یادداشت‌های محرمانه ای دارد از او خواهد دزدید و به من خواهد داد.
با این قول و این تهدید که اگر برخلاف رفتار کند گرفتار پلیس آلمان خواهد شد از او جدا شدم. عین گفتگوی خود را با او به سمع آیلین رساندم. چشمان آیلین برقی از خوشحالی زده گفت پس همین امشب کار تمام است. سری تکان دادم و گفتم هنوز معلوم نیست. ممکن است وقایعی بعد روی دهد که قضیه کاملا برعکس شود. آیلین قیافه جدی گرفته اضافه کرد. ولی او زن ساده است و نمیتواند برخلاف وعده‌ای که داده است عمل کند. چون وحشت از گشتاپو و زندانهای وحشتناک آلمان او را وادار میکند تا خواسته ما را انجام دهد. آیلین راست میگفت. نه تنها مردم اروپا بلکه خود آلمان ها به قدری از پلیس آلمان که گشتاپو یا گستاپو نام داشت ترس و وحشت داشتند که حدی بر آن متصور نبود و حاضر بودند تمام مایملک خود را بدهند ولی گشتاپو به آنها نزدیک نشود و یا اسمی از آنها نبرد. همین ترس گشتاپو بود که 2 ساعت و نیم بعد از نیمه شب پرستار بیچاره که به من سر سپرده بود با رنگی پریده و شتاب زده خودش را به من رسانید و گفت دفترچه حاضر است، کجا آن را به شما بدهم؟ فکری کردم و گفتم به اتاقی که لباس من در آنجاست بروید، دفترچه را در جیب کتم بگذارید. پرستار دور شده و یک رو به بعد برگشت و همینطور که به طرف اتاق بیماران می رفت با چشم اشاره کردم. گذاشتی؟ سرش را به علامت مثبت تکان داد. فوراً به اتاقی که لباسهایم در آنجا بود برگشتم و دست به جیب کردم. دیدم پاکت سفیدی است و داخل آن یک دفترچه کوچک بغلی به رنگ قرمز و یک کاغذ به آن ضمیمه است. اول نامه را خواندم. بالای آن نوشته بود از یک زن فرانسوی به یک مرد ناشناس. آقای ناشناس، نمیدانم شما اهل کدام مملکت هستید. محققا فرانسوی نیستید، چون فرانسوی به میهن و هم میهن خود خیانت نمی کند و این تهدید شما به من ثابت کرد که با بیگانه ای طرف هستم که از میهن و ملت دوستی بویی به مشامش نرسیده و بوتی از خیانت است. ولی بدانید که فرانسه برای فرانسوی زنده است و من هم با همه تهدیداتی که از جانب شما دریافت کردم حاضر نشدم تسلیم شوم و به میهن خود فرانسه خیانت کنم. و این دفترچه قرمز رنگ فقط برای فریب شماست که موقتاً تا خودکشی یک زن فرانسوی از من دست بردارید. من مرگ را بر خیانت به میهن ترجیح دادم و فرانسویان انتقام من و هزاران نفر دیگر مثل من را از شما جلادان جنگ و خونریزی خواهند گرفت. یک زن پرستار فرانسوی. در بهت و حیرت عجیبی فرو رفته بودم که آیلین شتابان در اتاق را باز کرد و گفت موفق شدی؟ کاغذ را به دستش دادم و گفتم بخوان. نامه را خواند و گفت ای داد، این کار ما را عقب افتاد انداخت و فعالیت تا اینجا قطع شد. پرسید چه باید بکنیم؟ گفتم هیچ چاره ای نیست جز اینکه مستقیماً به سر وقت پرستار صلیب سرخ برویم و دقیق دلی خود را سر او در بیاوریم. آیلین که خود یک فرانسوی بود و نمیدانم روی چه خصوصیاتی حاضر به خیانت به میهن خود شده بود، کاغذ را مچاله کرد و گفت باید به سراغ او رفت. آیلین یک فرانسوی بود و آن زن پرستار که فردای آن شب خبر خودکشی او انتشار یافت یک زن فرانسوی دیگر. اما این کجا و آن کجا؟ یکی خائن و یکی وطن پرست حقیقی. من با اینکه در دل عمل زن پرستار را تقدیس می کردم جلوی عصبانیت خود را نمی توانستم بگیرم، زیرا سر و کارم با یک زن جلادی مثل یوهانا جاسوسه معروفی بود که دولت آمریکا
حاضر شد او را از زندان خود تحویل آلمان ها بدهد و شرش را از سر خود کم کند. در این فکر بودم که آیلین لب به سخن گشود و گفت: به نظر تو حالا چه تصمیمی باید گرفت؟ گفتم: اولا نویسنده این نامه در طول امشب خود را خواهد کشت. برای اینکه از چنگ ما گریخته باشد و تنها راه این است که به هر وسیله‌ای هست زن پرستار صلیب سرخ را به اینجا دعوت کنیم. آیلین رفت و به فاصله یکی دو دقیقه برگشت و گفت: زن پرستاری که این نامه را نوشته خودکشی کرده و همین حالا در شرف مردن است و کوشش دکترها برای نجات او نتیجه‌ای نبخشیده. همینطور که آیلین داشت با من حرف می‌زد، ناگهان فکری به خاطرم رسید. فوراً لباسم را پوشیدم و به آیلین گفتم: زود آماده حرکت باش. پرسید: کجا؟ گفتم: به طرف پاریس. گفت: مگر دیوانه شده ای؟ حرف او هنوز تمام نشده بود که در گوشش گفتم: در خارج بیمارستان داخل ماشین خودمان منتظرت هستم. عجله کن تا وقت نگذشته برویم، بعداً برایت خواهم گفت. من از بیمارستان خارج شدم و ماشین متعلق به خودمان را که علامت صلیب سرخ داشت و همیشه جلوی در بیمارستان آماده بود سوار شدم. چند دقیقه بعد آیلین به من ملحق شد. به تندی پرسید: منظورت از این حرکت چیست؟ گفتم: اگر صبر داشته باشی خواهی فهمید. یک ساعت گذشته بود که دیدم مردی با لباس سفید به طرف یک آمبولانس صلیب سرخ رفت و سوار شد و به سرعت به سمت شمال بیمارستان پیچید. به آیلین اشاره کردم، گفتم: منظورم این بود که دیدی زن پرستاری که خودکشی کرد جریان ملاقات با من را برای همکارش که از صلیب سرخ است گفته است تا میهن پرستی و درجه فداکاری خود را ثابت کرده باشد و او را متوجه خطری که در داخل بیمارستان است نموده و در نتیجه آن پرستار صلیب سرخ و همکار مرد او که همین حالا دیدی تصمیم گرفتند شبانه از دولنس فرار کنند، مبادا به دست پلیس آلمان اسیر شوند و این زن از دیوار بیمارستان خود را به خارج انداخته تا با آمبولانسی که رفیقش برای او برد خودش را نجات دهد. آیلین که سراپا گوش شده بود نمی توانست باور کند که پیشبینی من تا این درجه باشد. منتظر دنباله کلام من بود که اضافه کردم: ولی حالا به اون نشان خواهم داد که فرار از دست مامورین آلمانی آنقدرها هم که خیال می کند سهل نیست. آیلین لبخند پیروزمندانه‌ای زده و گفت: پس عجله کن تا راه را گم نکرده ام. پیشبینی من با آنچه که دیدیم جور در آمد و درست وقتی به دیوار شمالی بیمارستان رسیدیم که آمبولانس آنها به حرکت در آمده بود، تعقیب آنها به دست ما علاوه بر آن که ممکن بود ما هدف گلوله واقع شویم، عدم موفقیت هم از نظر اینکه تعداد ما که میبایست بر آنها حمله کنیم کم و ناچیز بود. خیلی زود به خود جنبیدیم و در اولین پست پلیس آلمان که در نزدیکی بیمارستان بود با تقاضای کمکی که از رئیس قسمت کردیم، بلافاصله دو پلیس موتور سوار مأمور شدند که به تعقیب آمبولانس بروند. طولی نکشید که آمبولانس جلوی پاسگاه پلیس توقف کرد و زن و مردی که یک ساعت قبل از بیمارستان فرار کرده بودند به دستور پلیس پیاده شدند. من و آیلین اصلا خود را نشان ندادیم و فقط دستور می دادیم که با آنها چه کار کنند. قبل از هر چیز دستور دادیم که زن پرستار را در اتاق دیگری به دست یک مأمور زن بسپارند تا او را جستجو کند و دفترچه قرمز رنگی که با اوست به دست آورد. دستور ما اجرا شد و نیم ساعت بعد رئیس پلیس دفترچه قرمز رنگی را که جلد آن پاره شده بود روی میز جلوی من گذاشت. یک نگاه به داخل آن انداختم که مبادا این یکی هم مثل دفترچه اولی سفید باشد. با دیدن صفحات آن چشمانم برقی زد و به آیلین گفتم: حالا عجله کن که موقعیت بزرگی کسب کردیم.
موقع حرکت وقتی رئیس پلیس پرسید با این زن و مرد چه باید بکنیم، گفتم تا دستور ثانوی آنها را در زندان نگاه دارید و به سرعت به طرف پاریس حرکت کردیم تا از خشم و غضب یوحنا جلوگیری کرده باشیم. ساعت 6 صبح از پله های هتل مانتینگ که تمامی آن در اشغال پلیس آلمان بود، من با شتاب بالا می رفتم که بین پله ها با ارباب کل خانم یوحنا روبرو شدم. تا مرا دید ابرو در هم کشیده گفت یک ماموریت به این کوچکی و سادگی که در منطقه خود ما بود و پلیس و مامورین مخفی همه جا تحت اختیار شما بودند به کندی انجام گرفته است. این را گفت و داخل هتل شد. پشت سر او من نیز وارد اتاقی شدم. همین که در اتاق بسته شد، یوحنا زن مرموز و خشن جلو آمده دست مرا به گرمی فشرد و گفت موفقیت شما را تبریک می گویم. آیلین تمام جریان را قبل از آنکه شما به اینجا برسید برای من گفته است. گفتم آیلین که در همه جا با من بود، چطور او توانسته قبل از من با شما تماس بگیرد؟ گفت وقتی وارد پاریس شدید او بلافاصله پیش من آمد. دیدم راست میگوید، برای اینکه من و آیلین یک ربع قبل جلوی مهمانخانه پاکاردی از هم جدا شدیم، چون او مایل بود در همانجا پیاده شود و ظرف همین مدت کوتاه گزارش مأموریت را به ارباب داده است. چشمان یوحنا که به دفترچه قرمز رنگ افتاد نگاهی به من انداخت و گفت همین را می‌خواستم و دیگر با شما کاری ندارم. ساعت 6 بعد از ظهر در مهمانخانه ترمینوس اتاق شماره 54 منتظر شما هستم. پایان قسمت 56.